شما ببینید که آقای مکرون بعد از اون بی‌مقداری که از خودش نشون داد این روزا واقعا سنگ تموم میذاره و چجور تجلیل میکنه از دختران و زنان ایران و حرکتی که ملت ایران داره انجام میده. بعد از این بی‌مقداریش بازم با ازش تشکر میکنیم که به خودش آمده و قاطعا دولت فرانسه دولت ایران رو مسئول اون دو فرانسوی که در زندان اوین زندانی هستن دانسته که مسئول جانشون رو دولت ایران به مسئولیت دولت ایران خواهد بود. به هر حال جناب شرفشاهی همطور که دکتر قرقوزو و استاد اوستا گفتن وضع فرانسه بسیار مغشوشه، عملا فلج اعتصاب همه جا رو گرفته، وسایل رفت و آمد و به خصوص جوی که در اینجا هست برای اینکه یک دختر بچه 12 ساله رو یکی از همین از کنم پناهندگان که مال یکی از این کشورهای به حال عربی یا جای دیگری بوده دختر 12 ساله بعد از تجاوز بهش کشته و این بسیار بسیار اثر بدی کرده که امروز در مجلس ملی فرانسه بسیار مخشوش بود و خصوصا خانم لوپه بسیار شدید نخست وزیر و دولت مکرون رو تحت سوال و واقعا تحت انتقاد برده. در حال جناب شمشایی ایران در یک زبان چرخش تاریخی باید دو مطلب رو روش تکیه کرد که اولا برای ابد این دار و دسته ای که بر ایران اینجور حکومت میکنن و جنایت میکنن اینها گناهکارن و بایستی که ملت ایران اینها رو از بین ببره تا قبل از این که حتی اینا محاکمه بشن. کسانی که مثل ولایتی مثل خامنه‌ای مثل تمام این گروه تبهکاری که از اطراف شد به خصوص برای همیشه این اتیکت رو برای روی سپاه پاسداران زد که برای همیشه این سپاه و این سازمان یک سازمان تروریستی ضد ایرانیه و از همین نکشون باید ملت ایران همین جوانانی که اینجور با شورش هفت دارن خون میدن هر جایی که اینا رو میبینن هر طوری که میتونن اینا رو از بین ببرن. این مبارزه جناب شرفشاهی در این چرخش تاریخی زمان که با آزادی ایران حتما خاتمه پیدا خواهد کرد قهرآمیز خواهد بود. باید ایران از شر اسلام آزاد بشه، از شر آخوند برای همیشه آزاد بشه و واقعا این پدر مادرها و این پدر مادرهای بزرگی که اون بدبختی و فاجعه 1357 رو ایجاد کردن امروز این فرزندانشون این نوه ها و کسانی که بعد از این انقلاب به عرصه وجود آمدن و حالا دارن این طور فداکاری میکنن لااقل از اینها حمایت بکنن بیان در خیابان ها و این طور ساکت نشینن. شد ایران در یک چرخش تاریخی و ایران پیروز خواهد شد. خون مهساها که ریخته شد، این گلهای شقایقی که این طور پرپر میشن، این پیروزی ایران خاتمه پیدا خواهد کرد. بله، دانشجویان هم همین رو میگن و دانشجویان اعلان کردن امروز که امسال سال سرنگونی خامنه‌ای خواهد بود و ما تا رسیدن به یک چنین هدفی به هر حال تظاهرات خیابانی و اعتراضی خودمون رو ترک نمی کنیم و ادامه میدیم تا چون میدونم که مردم ایران مسلما پیروز و انتظار سرنگونی این مردک پلید شیره‌ای رو دارن. بله ببینید جناب شمشید به هر حال ایران مجبوره واقعا این کمبود و این بی‌مقداری که یک اکثریتی خاموش و یک اقلیتی فعال در 57 این جنایت رو ایجاد کردن بایستی که این خود این
کسانی که امروز اینطور دارن فداکاری میکنن بیهوده نمونه. من اطلاع دارم که زخمی های بسیار تعداد زیادی به همون بیمارستان نزدیک اوین، همون جایی که من آخرین بخش بیمارستانی رو داشتم در دانشگاه، بسیار زخمی های تعداد زیادی در این بیمارستان سعادت آباد ارز کنم که بردن و تحت نظر پلیس هستند و بعد از اینم که اینها معالجه بشن معلوم نیست که سرنوشتشون چی خواهد بود. چون واقعیت قضایی ها جناب شهرشایی بی سابقه است در یک مملکتی، یک حکومتی این چنین رفتاری واقعا با ملت بکنه و ملت رو ناچیز بگیره و اون وقت بگه که این درخت انقلاب آنچنان ریشه دولده که از بین رفتنه نیست. باید به این احمق گفت ریشه های این در اون چاه گوه دودی متعفد چمکران و اون دوازدهمی، اون جاکش دوازدهمی که اونجا هست، اونجا این ریشه دولده. بله، بسیار ممنون آقای دکتر، نظرتون رو در حال تو این برنامه در این برنامه ابراز کردین. برگردیم به آقای سیاوش عبستان و ادامه بدیم نظرات ایشون هم بشنویم. شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. من جناب عالی و جناب عبیشورتی نهایت سپاسگزاری دارم. بسیار ممنون. بعد امسال سال سرنگونی این حکومت